فقط اخبار. دلار در پی افزایش تنش بین ایالات متحده و چین به بالاترین سطح 9 ماهه خود در برابر یوان رسید و هنگ کنگ شب اعتراضی دیگری را تجربه می کند. یورو پس از پیشنهاد 750 میلیارد یورویی کمیسیون اتحادیه اروپا برای صندوق بازیابی این حوزه برای اولین بار در طی 3 ماه گذشته از 1.10 در برابر دلار عبور می کند. بازارهای سهام آسیا و امریکا به هم ریخته معامله شد و اروپا رشد داشت، در حالی که قیمت نفت پیش از داده های ذخایر نفتی امریکا کاهش می یابد. و البته اخبار ارزهای مجازی و جفت ارزها. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز. امروز چهارشنبه 7 می 2020 برابر با 27 خرداد ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: یوان به پایین ترین سطح 9 ماه گذشته سقوط می کند. در پی تشدید درگیری سیاسی بین ایالات متحده و چین، دلار در برابر یوان چینی به بالاترین سطح خود رسید. یوان در بازار خارج از این کشور که کنترل آن از نظر پکن کمتر است، در حدود 0.5% سقوط کرده و از پایین ترین سطح ماه سپتامبر گذشته نیز پایین تر آمده. امروز یوان به نرخ 7.1773 در برابر دلار امریکا رسید. مجلس نمایندگان قرار است روز چهارشنبه به لایحه‌ای رأی دهد که مقامات چینی را به دلیل نقض حقوق بشر در استان سینکیانگ غربی که عمدتاً مسلمان نشین می باشد تحریم می کند. این لایحه که در حال حاضر به تصویب مجلس سنا رسیده است، فشارهای ایالات متحده بر چین را افزایش می‌دهد، بدون اینکه فوراً به فشار اقتصادی و یک جنگ تعرفه‌ای شدید وارد شود. این رأی‌گیری پس از 2 روز درگیری شدید اغلب بین معترضان و پلیس در هنگ کنگ بر علیه قانون جدید امنیتی صورت می‌گیرد که باعث می‌شود پکن از مخالفت‌های آنجا جلوگیری کند. با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اختصاص 825 میلیارد دلار صندوق بازیابی، یورو سطح 1.10 در برابر دلار امریکا را شکست. کمیسیون اروپا پیشنهادهای خود را برای صندوق بازیابی اروپا به میزان 750 میلیارد یورو معادل 825 میلیارد دلار ارائه داده است که توانایی اتحادیه اروپا برای قرض گرفتن در برابر منابع بودجه خود را بسیار گسترش می‌دهد. کمیسیون در نظر دارد 2/3 صندوق را به عنوان کمک بلاعوض به جای وام توزیع کند و این امر گامی بزرگ در جهت بودجه متمرکزتر اروپا با تقسیم رسمی ثروت بین کشورهای عضو است. برنامه‌های این حوزه هنوز هم با مخالفت 4 کشور عضو، یعنی هلند، اتریش، فنلاند و سوئد روبروست، اما آلمان حمایت می‌کند که بزرگترین کمک کننده در بودجه این بلوک می‌باشد. یورو در پاسخ به این خبر برای نخستین بار از پایان ماه مارس سطح 1.10 را در برابر دلار شکست. بر اساس این تصور که خطرات ورشکستگی را از برخی کشورهای عضو یورو از جمله یونان و ایتالیا که به نظر می‌رسد به اندازه کافی دور شده است، ارزش یورو افزایش می‌یابد. نظرسنجی‌های تجاری برای ارائه بررسی‌های واقع‌بینانه رشد کمک می‌کند.
بازارهای ایالات متحده در طی روز بررسی‌های بروز و جدیدتری را انجام دادند با بررسی خرده فروشی جانسون ردبوک و بررسی‌های تجاری منطقه‌ای برای ماه می. از هر دو بانک فدرال های ریچموند و دالاس اعلام شد که داده ها از انتظارات بازارها بهتر بودند و خوشبینی برای برگشت رشد باعث کاهش دوباره ارزش دلار و دیگر پناهگاه های امن از جمله طلا شد که برای اولین بار در طی دو هفته گذشته به زیر 1700 دلار سقوط کرد. قیمت نفت پیش از اعلام ذخایر نفتی امریکا کاهش یافت. امروز معاملات آتی نفت خام ایالات متحده با 1 دلار کاهش دوباره به 33 دلار و 34 سنت رسید و نفت برنت نیز با همان میزان 1 دلار کاهش به 35 دلار و 15 سنت کاهش یافت. در پی تعطیلات روز اول هفته امروز و با یک روز تأخیر مؤسسه نفتی امریکا نظرسنجی هفتگی خود را از موجودی های نفت خام ایالات متحده منتشر می کند. در جاهای دیگر آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرد که انتظار می رود در پاسخ به سقوط پیشین قیمت و چشمانداز نامشخص برای بهبود سرمایه گذاری در شرکت های شل ایالات متحده امسال 50% کاهش یابد. بازارهای سهام چین دوباره سقوط کردند. اروپا بهتر بود و امریکا در وضعیتی ناهمگون معامله می شود. سهام اروپا نیز در پی پیشنهادات کمیسیون اروپا رشد کردند. استاکس 600 به بالاترین سطح 3 ماهه با 0.8% رشد رسید. با این حال بازارهای سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ در میان جریان اخبار منفی کلونی پیشین انگلیس دوباره صعود کردند. در امریکا داو جونز 1% رشد کرد، S&P 500 0.35% و نزدک نیز 0.5% در پی ریزش سهام تکنولوژی کاهش داشت. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. بازار ارزهای مجازی امروز شاهد رشد دوباره بودند. بیت کوین با نزدیک به 4% رشد بار دیگر به 9200 دلار رسید. اتریوم 2.5% رشد کرد، ریپل 2% و لایت کوین نیز با 3% رشد به مرز 44 دلار رسید. همانطور که مشاهده نمودید آخرین قیمت نمادهای مختلف نیز به صورت زیرنویس در اختیار شما قرار گرفت. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت می کنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.